حوزه 11 شهر کابل، جایی که روزانه ده تن برای پیگیری پرونده های حقوقی و جنایی مراجعه می کنند. آمرین حوزه امنیتی می گوید که بیشترین مراجعین در اینجا پرونده های جنایی دارند و مسئولان امنیتی می کوشند تا پرونده های آنان را به گونه دقیق بررسی کنند. دلتا خو دیوراز مراجعین تقریبا در سلو پوری وی او زیاتر جنایی وی آغا منگا جنایی تلیگو او زیاتر حقوقی وی آغا حقوقی بخت تخپل بخشو تزی. در همین حال سرپرست وزارت داخله در نشستی بر مسئولان حوزه های شهر کابل دستور داده است که با مراجعین برخورد خوب داشته و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. سراج الدین حقانی در این نشست دستور داده است تا افرادی که بدون جرم زندانی شده اند را آزاد سازند. خلی چه زندانو که پراته دی دوی دوسیه تاسو وگوره که دی کانونی وصول لمخه بگونا ثابت شی دا تاسو تا حکم دی چه دا غا زندانی رو بسه بخشت رو وگوره چه چانی ولی دا زندان تاور وچه. سرپرست وزارت داخله بر پابند ماندن نیروهای امارت اسلامی بر عفو عمومی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که امنیت کارمندان حکومت پیشین تامین است و می‌توانند به گونه آزاد در این کشور زندگی کنند. آب شیدا که هر رقم راپورت است را تو در راپورت چکم ده ی وصول لیت است مقدم را پرچرا ولی گش فلانی کس بنده داد و سیادا غیر وصولی به عمل و سراده مختصوک کاما پرواز که جواب در نکو که من رو روستا معین سایبان دلتا دی معین ارشد دای معین اداری دای دی ما دفتر رئیس دای دلتا کماندان امنیه دای دادا پا مراحل درازی بیا تاسو دی عجیل مشکل پو وقت که بیا اقدام کولیشه خونن نو روستا چی بیا با دی خبر نشه. پیش از این گزارش ها از بازداشت و شکنجه برخی از نظامیان پیشین از سوی افراد منصوب به امارت اسلامی پخش شده بود.